شده. سلام، خسته نباشید جناب محمدیان. بفرمایید. کریمی هستم، 137 شهرداری بابت جمع‌آوری سگای بلاصاحب. خواهش می‌کنم روزتون بخیر. آقا ازم بزرگ مشکلتون چیه؟ 3-4 تا سگ جلوی خونه ایناست. خب. درسته؟ درسته. اگه سگ متعلق به اینا بود که باید تو حیاطشون بود. درسته. سگ جلوی خونه ایناست، حمله می‌کنن به ما. یه تعداد بالایی بودن. یه مقدارشون دیروز جمع شد، یه مقدارشون امروز صبح جمع شد. بله، اومدن بردن. دیگه نمی‌دونم اینا بردن خودشون. نه نه نه، بچه‌ها صبح اومدن بردن. خواهش می‌کنم. خیلی لطفی کردید. خداحافظ شما. کار چیزی داشتی شماره‌مو سیو کن تماس بگیر. ممنونم، شماره‌تون رو سیو می‌کنم. خواهش میکنم، شما موفق باشید. این شهروندها شروع میکنن زنگ میزنن سامانه 137 شهرداری. سامانه 137 شهرداری کد پیگیری براشون میفرسته. این آدرس بلافاصله به ما جا میشه. ما میرسیم خدمت طرف شاکی، مشکلش هر چی باشه حل میکنیم. بریم ببینیم چی پیش میاد. یه زحمت بکش بیا وسطش میرم دور بزن پشت سر ما بیا. اینجا چیزی هول و هوش 150 تا سگ داره، شاید هم بیشتر از 150 تا. این یه خیابونشه، اینجا 4 تا خیابونه، تو هر کدوم 100 تا 150. هفت بیا داخل. برای چی خانم؟ برای چی همشون؟ اذیت میکنن، کار تو آلوده میکنن. یه کار برای پیاده روی استفاده مردمه. تو خونمون نزدیک که پارکیه، این بیشتر شبا اینا خیلی سر و صدا دارن، اذیت میشیم. اذیت دیگه اصلا بعد الان پسر من اصلا پاشو پارک نمیتونه بذاره. بودن از دوستان ما که اینجا رد شدن، سگ پاشون رو گاز گرفته و اینا. بچه‌ها میان آدم نگران میشه. اگر که عقیم سازی بشه، جمع‌آوری بشه و بهشون رسیدگی بشه، خب چه بهتر. تو ما اینجا داریم ورزش میکنیم، آلودگی‌های خب بالاخره خاص خودش رو داره. من بعد از ظهرها میام اینجا، خیلی شلوغه از این بابت. داستان ما اینه، سگی که از اینجا جمع میشه مستقیم میره کلینیک مدیریت پسمان، اونجا عقیم سازی میشه، یا میره حلقه دره یا میره باغستان. ما آزاد دو تا ستایی که هست عقیم شده نیستن، اینا رو ما نمیتونیم پوشش بدیم. اگه الان میره باغستان هر کی تگ داره توی اینجا بیا بگیزی. اینجا مراحل آماده سازی سگ قبل از جراحیه. سگ هایی که جراحی میشن دو تا اتفاق میفته، یا قبول مسئولیت میشه با تعهد آدرس و اینا در خیابون رهاسازی نمیشن، تحویل کسایی که سرپرستیشون میکنن میشن، یا اینکه به پناهگاه های نگهداری سگ منتقل میشن و در اونجا بعد از طی مراحل قرنطینه و این و اون ور نگهداری میشن و بعد کارهاشون انجام میشه. سگا جنگ کردن، همه رو جنگ بردن، تمام شد. نه خدا پدر مادر، شما دیگه دوباره همین خدا پدر مادر تو نمیم. قسمت قبل دیدیم که چطور ازدیاد سگ‌های بی‌سرپرست یا ولگرد به یک آسیب اجتماعی و محیط زیستی تبدیل شده. سالهاست پیمانکاران شهرداری در حال جمع‌آوری این سگ‌ها هستند، اما بیایید ریشه‌های این پدیده رو دقیق‌تر بررسی کنیم. شما اگه نقشه مثلا شهری هشگردو سال 90 داشته باشید با سال 400، می‌بینید چقدر شهر گسترش پیدا کرده و به یه سمتی هم گسترش پیدا کرده. سکونتگاه این
حیوانای بیچاره بوده. اگر بیان در بهترین حالت 90% این جمعیت رو به هر طریقی حذفش بکنیم، میمونه 10%. این 10% براشون منابع زیاد خواهد شد، فضا زیاد میشه، قلمرو وسیع میشه، میان تعداد بیشتری زایمان کنه. سگی که قرار بود در 300 تا یه دونه زایمان کنه، 12 تا زایمان میکنه و سریعا این جمعیت پر میشه. یعنی شما یه سگ برداشتی آوردی به خیالی که اینجا رو من خالی کردم. اگر اون 10 تا هم حذف بشه از سایه قلمرو، میان قلمرو تصاحب میکنن و زاد و ولد افزایش پیدا میکنه. شما این 10 تا سگ جمع میکنید، 10 تا دیگه جای دیگه از 10 کیلومتر دیگه چون اینا صبح روز 15 کیلومتر میدوئن. بعد بشینو اساسی فکر کن دلیل چیه، مشکل چیه. همینجوری دور نگاه نکنید، راه قشنگی شما داشتید. شما بیشتر شما یه پول الان دارید میگیرید، یه قضیه رو جمع میکنید موقت، ولی دارید یه زاویه درست میکنید برای دوباره برای 2 هفته آینده. چرا کار کارشناسی نمیکنید؟ اینا پول بیت المال که بیرون میریزید. شهرداریا هزینه های عجیب غریب بدن، آخرش هم بیشتر از همه باید فوش بخوره. من وظیفم کنترل. آخه جمعیت گفتن یه دونه، دو تا، 10 تا، 20 تا، 1000 تا. چرا تعداد سگای بی سرپرست زیاده؟ ما خیلی وقتا به شهرداری ها ایراد میگیریم که چنین میکنین چنان میکنین، ولی من میخوام بگم که آیا کسی اومده که بگه آقا اینا از کجا اومدن که حالا شهرداری ها باید بیان از بودجه کشور استفاده کنن برای ساماندهی؟ داخل کشتی قایقی نشستیم که محفظه داره، دائما آب میاد داخل، داریم این آب رو خالی میکنیم ولی مجددا آب میاد داخل. ما اول باید بیام اون محفظه رو مسدود کنیم، یعنی ببینیم این سگا از کجا میان، چه کار بکنیم که نیان. متاسفانه میگم یکی از مشکلاتی که وجود داره تکثیر بی‌ضابطه توسط افراد غیر متخصص و غیر مجاز در سگ‌ها. هر 6 ماه یک سال حیوان باردار میشه، کمتر از 2 ماه بچه‌هاش ازش میگیرن و میفروشن. یکی از پناهگاه نگهداری سگ داره یا 4 تا سگ تو خونه‌اش تو باغی داره، شروع کنه به تکثیر غیر مجاز این سگ. قانون سمت ما نیست. اون سگ باردار میشه، طولاشو میریزه بیرون، نمیتونی باز بهش حرفی بزنی. اون توله ها میشن سگ بی سرپرست دیگه، ولی از این خط به اون ور میشه ملک طرف. همه جای دنیا این کار نیاز به مجوز داره، نیاز به تخصص داره. قرار نیست همینجوری همین چقدر تونستن از سگ توله بگیرن. در کشور آلمان شما اجازه ندارید بدون مجوز تولید اقدام به توله گرفتن از سگا بکنید. این که شما به نیت این که از یه سگی توله بکشید میاد اونو میخرید و سالی دو بار ازش توله میکشید، این خودش اینو حیوان آزاریه. از زیر مادری که تازه زایمان کرده بچه رو در میارن بیرون، توله رو در میارن بیرون میبرن میفروشن و حیوان دچار افسردگی میشه، هزار تا بیماری میگیره و اون کسی هم که داره توله کشی میکنه آینده اون بچه هم واسش مهم نیست. اون بچه ها رو در ازای پول داره میده به کسی دیگه. من اگه قدرتی داشتم سریع اینا رو پلو میکردم، بعدم جریمه حسابی ازش گرفتم. چون که کار علمی نمی‌کنن، چون که پرورش علمی نمیدن، چون که ژنتیک نمی‌شناسن، از 7 تا توله‌ای که قرار مثلا در بیاد مثلا جرمن شپرد، 3 تاشون شبیه سگای ولگرد میشن، اینا ول می‌کنن تو خیابون. و اینا پروسه‌های درمانشون قطعاً پیشون طوله کش، یعنی واکسیناسیون کامل نمیشه، پروسه درمانی داشته باشه کامل نمیشه و عاقبت به خیری هم نداره واسه این. وقت من و شما از عوارض شهریمون داریم هزینه جمع‌آوری اونا رو می‌دیم. دوباره یک سال بعد همین مشکل، دوباره یک سال بعد همین مشکل. به شما ببینید چه زنجیره بزرگی از یک سگ باردار تولید میشه از این سگا. همه اینا دوباره میان بچه‌هاش میان توی چرخه تولید، دوباره بچه دار میشن، دوباره همین مشکلات. به خاطر همینه که این همه ما سگ آسیب دیده داریم، این همه سگ بی سرپرست داریم. و تکثیر اصولی سگ برای کاربردهای امنیتی، زنده‌یابی و نجات، نگهبانی و حتی تشخیص بیماری یه ضرورت ملیه و امروزه در کشور ما پرورش‌دهنده‌های زیادی هستند که با رعایت اصول اقدام به تکثیر سگ‌های مفید می‌کنن. اما نبود قانون صحیح برای ضابطه‌مند کردن صنعت پرورش سگ باعث شده تا اولا یک نیاز کاذب در جامعه برای تهیه و نگهداری سگ شکل بگیره و ثانیا تعداد زیادی مراکز توله‌کشی غیر اصولی برای پاسخ به تقاضایی که شکل گرفته به وجود بیاد. اما به غیر از طول کشی غیر مجاز، این ظرف یه سوراخ دیگه هم داره.
من سگ گله بوده سنش زیاد شده. اونه؟ آره. سگهای بلاسهای ما میگن که سگهای گله هستن. مثلا من روستا هستم، سگ دارم، زمانی که تابستون نیاز به گله دارم همراه گله باشه سگو همراه میبرم، مراقبش هستم، کاراش انجام میدم. فصل پاییز زمستون که شد دیگه کاری با این سگ ندارم، ولش میکنم تو کوچه و بیابون. در واقع به نوعی این سگ در یک بازه زمانی صاحب داره ولی در یک بازه زمانی بد بلاسه. چرا جلوی دامداری ها رو نمیگیرید که یه دامداری 20 تا سگ داره، اینا فصل جفتگیری میکنن، 4 تا 5 تا 10 تاشو دامدار برمی‌داره، 50 تاشو میریزه بیرون. بعد این سگ‌ها یه تعداد زیادشون در اطراف شهر تهران مخصوصا با سیستم نامناسب دفن به اصطلاح زباله و پسماندی که وجود داره، ما داریم یه منبع غذایی برای موجودات فراهم می‌کنیم. محیط مناسب، شرایط مناسب برای تکثیر این حیوان. این یکی از موزلات ما هست. تا موقعی که دسترسی آسان به ضایعات غذایی وجود داشته باشه در سطح شهر، شما نمیتونید در واقع موزل موش، گربه و سگ رو حل بکنید. یعنی منابع زباله، غذایی که بیرون مردم در اختیار قرار میدن، سطح زباله، همه اینا در واقع شرط تغذیه است دیگه. ولی چیزی که وجود داره اون گرایش مردم به تغذیه یا غذا دادن یا کمک کردن به حیوانات ولگرده که خیلی افزایش پیدا کرده. واقعا داریم اذیت میشیم از سر صدای سگ. شب تا صبح یه گربه کافی مثلا رد بشه اینا، البته خب من غذا میدم بهشون، حالا نمیدونم به خاطر غذا دادن اینا جمع میشن پشت پنجره من همینجا تا صبح دیگه پارس میکنن. اگه دقت کنین میبینین که ما تو اینجا کلی سگ داریم که نشستن اینجا رو زمین و احتمالا سیرن که دنبال غذا هم نمیگردن، ولی اگه نگاه کنین کلی مواد غذایی میبینین که ریخته شده رو زمین. تاریخاش هم مشخصه، این 14ایه که بسته های دست نخورده مواد غذایی، مواد پروتئینی که فاسد میشه، این جیگره مثلا، دوباره اینا هم کلی پایمون. میبینین که این بسته ها اینجاست، اون برم اگه نگاه کنین همچنان هم هست. That feeding of some stray dogs in public places is only support for development, this trade of stray dogs. And it's definitely not okay. ما با غذا دادن میام سگا رو عادت میدیم که شما اگر سر این ساعت بیایید اینجا غذا دریافت میکنید. ما به یه نوعی سگا رو متکدی میکنید. They give them bones and potatoes and whatever the meat is, and they give them water. If you don't feed them, they will not come to your place anymore. They find something else or try to find something else. چون اینها هم جمعیتش افزایش پیدا میکنه، هم از اون بر توانایی سگ در پیدا کردن غذا از بین میره، هم همینطور این سگ مهاجم میشه تو اون منطقه که مثلا اینکه بهش غذا نمیدن به دنبال افراد میفته و اولا اون ساختار آلفایی اینا و برنامه چینی منطقه ایشون رو از بین میبرید. معمولا آلفای گله سگ ها یه سگ ماده است که میاد حتی نوع غذا دریافت غذا رو به اصطلاح برنامه ریزی میکنه. وقتی ما میام بی حد و حصر برای اینا غذا میریزیم، اون ترکیب طبیعی رو هم میزنیم. چون حیوانات خوشبختانه یه هوشی دارن، اگر شرایط غذایی کم باشه، مشکل غذایی وجود داشته باشه، خود به خود اورگانیسمشون کارش رو میکنه. ولی اگر شرایط غذایی مساعد باشه، فراهم باشه غذا بیرون براشون، هیچ مشکلی نداشته باشن، تکثیرشون به شدت افزایش پیدا کنه. این غذادهی من و این حمایت من که دائمی نیست، همیشه که من نمیتونم این کارو بکنم، یه روزی من رد میشم کنار جاده غذا میدم، دوباره یکی دیگه رد میشه، یه بار کسی نیست که این کارو بکنه. من فکر میکنم ما داریم با این کارمون بیشتر این سگا رو آزار میدیم، هم داریم طبیعت رو آزارشون میدیم، هر دو تا اینا. یه اینم ببرید. خانم میشه فیلم برداری نکنید؟ فیلم میخواید بگیرید؟ آره؟ شما فیلم ایشون رو بگیرید، اگر شبکه های چیز دادن بیاد بگیرید. بالاخره فیلم من تو گوشی شماست، فیلم شما هم تو گوشی منه. بالاخره هر چی اصلا به من دست نزن، به من اصلا دست نزن. یه زحمت بکشید هر چیزا جنباری پیدا بره. این حیوانات یه خوبی هایی دارن برای محیط زیست و یک معایبی دارن. متاسفانه ما جامعهمون در خیلی از بخش ها به افراط و تفریط در واقع دوچار هستیم. یکی از بخش هاش هم همین بحث حمایت از سگ های ولگرد و یا بلاسای هستش. هر کی میتونه بره چیپگرد داره سگای چیپگر جمع آوری میکنه، هر کی میتونه از حامیای چیپگر سری بره جلو شهرداری رو بگیره. باز 5
تو این خک غربی جلوی ماشین رو گرفتن نمیزنن تکون بکنن. هر کسی از دیدگاه خودش خودش رو حامی میپنداره و اینکه فکر میکنه که مسیر و این وظیفه‌ای که داره انجام میده رو به صورت درست داره انجام میده. ولی حمایت از حیوانات یک علمه و اصلا تو دنیا منابعش موجوده، میتونیم ازش استفاده بکنیم، نه یک موضوع احساسی. هم به اصطلاح افراد تفریر بودن قضیه، همین که خدای نکرده گاهی وقتا مسئله به صورت به اصطلاح سوء استفاده میشه. یه گله و شکایتی دارم از بعضی از حامیان عزیز، اینه که یه کارو کاسبی با این سگای بی زبون راه انداختن و خودمونی میگم دکون باز کرده، یه جایی رو درست کرده، یه وبسایت رو، یه بلاگی رو درست کرده، عملا دارن عکس و فیلمشون رو میفرستن. ببینید این سگ مشکل داره، ببینید این مریضه، ببینید دستش شکسته، من که زورم نمیرسه اینو بخوام هزینه‌شو بدم. کمک رسانی، کمک رسانی، یه شماره کارت دوربین طرف تو دستش اومده میگه من یک تن غذا آوردم دارم میگم 100 کیلو با خودش غذا آورده بعد شو میکرد که بتونه کمک‌های مالی جمع. و کسان دلسوزی هستن که میان از همه جا بیخبر این هزینه های درمان این سگ‌های بومی رو تقبل میکنن. از استرالیا طرف تماس گرفته بود به سازمان دیاری شهرداری که اسم مشخصات این آقا حساب بانکیشو بدین من پول بریزم به حسابش. از اونور یورو میاد، دلار میاد، دینار میاد و و و و و نه عوارضی داره نه مالیاتی داره و بعدش با یه هزینه خیلی کم همینجوری این حیوان رو یا درمان میکنه یا نمیکنه، رهاسازی میکنه و بعدن هم اعلام میکنه که ایشون خوب شدن، درمان شدن این سگ و الان رهاسازی شده. کلی پولدار شده بود، کلی اینجوری پول جمع کرده بود به عنوان اینکه میخوام به سگا کمک، هیچ کمکی هم به سگا نکرده بود، پولا رو برده شد و از همه جا بی خبر. اون شخصی که این هزینه ها رو متقبل شده خب اعتماد داره به اون شخص حامی. ما در هر زمینه شغلی افرادی داریم که دلسوزن، افرادی داریم که دلسوز نیستن. یه خانمی بود درام چیپ میزد میومد، فکر کنید با اون چیپ میومد در هی عکس بنداز. شون خطره بیزینسی که با سگ میکنن، سگا رو میارن اینجا میذارن، ما جمع آوری کنیم، هیچ حق و حسابی دیگه براشون واریز نمیشه، هیچ درآمدی براشون دیگه نمیاد. من فکر میکنم علت اصلی این که حامی نماها شکل گرفتن همون در واقع عدم نظارت دقیق و یا اینکه یک سازمانی برای مدیریت این افراد میتونه باشه. شما در سطح شهر میبینید حامی هستن که واقعا دارن از دل و جون و با هزینه شخصی خودشون از این سگای بی سرپرست دفاع میکنن و هزینه میکنن. دیوونه میخوام کمکت کنم. اینم جوری دست شکسته بود اومد برای رهاسازی. آره 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 جمع آره آره اینا رو جمع آوری میکنن، ساماندهی میکنن که از این داستان پاک اینو جمع بشه. خیلی خوبه چون زیاد بودم مثل آره. نه خیالتون رفت خواهی جازه برون دل عزیزم مخلصم. یک زنجیره وجود داره، میگم برای زندگیری سگهای ولا صاحب یک هزینه به پیمانکارها پرداخت میشه، اینها به ازای هر قلاد سگی که زندگیری میکنن آتومن در واقع دریافتی خواهند داشت، اینها رو میبرن به مرکز نگهداری که شهرداری مشخص کرده. حلقه در یک پیمانکار مجزا داره که ماهیانه 100 خورده میلیون میگیره، هم غذا رسانش رو موظف بکنه، هم باید کلا درمان کنه، کلا رسیدگی آب و دون و همه چیزشون براشون هست، جاش مشخصه، فنس هم
داره فلان، یه هم یه دکتر تو شرایطش هست باید بالا سرش باشه. اون دکتر تشخیص میده این سگ مریضی پوستی داره، نباید داخل اون باشه، این باید بره قرنطینه، اون نباید باشه. یه همچین مدلیه. کار سختی ازش واقعا وجود کار سختی ازش. خب این زندگیری اگر قرار اتفاق بیفته صرفا قرار نیست ما سگ‌ها رو جمع کنیم ببریم توی پناهگاه، امروز 50 تا فردا 50 تا، پس تا کی اینجا رکت پر میشه؟ من حساب کردم اگه روزی 100 تا عدد سگ رو شهرداریه، حالا شهری که من توش زندگی میکنم، جمع‌آوری بکنه، در 30 روز چقدر میشه؟ 3000 تا سگ. مشکل و موزل اصلی این هست، افرادی در این سمت ها هستن که نتونستن یه تعامل خوبی بین حامی ها و افرادی که در شهرداری هستن در این سمت به اصطلاح برقرار بشه. اصلا یکی از دلایلی که بعضی از حامی ها اینقدر خشونت برد، یعنی تا میگی سگ یه جورایی اصلا عمدن این کارو میکنن، ببخشید میگم، میخوان دهنکجی کنن، چون دیدن، چون اطمینان ندارن. 10 روز پیش مثلا در یکی از جاده اطراف حومه تهران، مثلا جاده اخترآباد بودم که دیدم 10-15 تا سگ که عقیم سازی کرده بودی اونجا رها شدن. ببخشید میشه حالا ببینیم پلک دارن؟ سگای تگدار رو ببینید، ببینید این سگا آوردن تو قسمت عفونی ها. الان ما مثلا خود من به شخص شد گفتنش درست نمیشه، در ماه یه دونه دو تا خودم میکنم. ما حدود 5 سال تو شهر قزوین داریم با شهرداریش همکاری میکنیم، سگای سطح شهر رو زندگیری میکنیم، سالمسازی میکنیم، عقیم سازی، پلاک گذاری و رهاسازی. ولی هر جای دیگه که رفتیم دیدیم خب همون پروسه است به قول معروف. دهیار منطقه ما دستش رو میکنه سگا رو جمعید. خب سگ کجا رو؟ حالا میبرن توی مرکزی نگه میدارن و اونجا حالا یه سری اتفاقات واسه شون میفته. و حالا شما نگاه میکنید میبینید این حیوان ها که عقیم سازی داره میشه دارن رهاسازی میشن دوباره. یه گروهی رو میذاره سگ جمع میکنه میارن محل ما بمیکنه، از محل ما میارن یه جای دیگه بمیکنه، از اونجا دوباره میارن، همینجوری حیوان رو به افزایش. نداری یکم بزنی؟ دارم، ولی بیوتی بماره عجیب. آه خب باش. بیا داخل. ناشش حاجی اومد پشت. رفتارهایی که شهرداری ها در مقابل سگ ها دارن بیشتر درما محوره، پیشگیری نیست، کاملا جلوگیری نمیکنه، چون یک ورودی وجود داره همواره. یعنی اگه ما از اول نذاریم اینا تعدادشون بیشتر بشه، خیلی هم هزینهش کمتره هم مشکلاتش کمتره. بعد کنترل این حیوانات یا کاهش جمعیتشون خیلی مسائل جنبی به دنبال داره. در طول 4 دهه‌ای که سازمان شهرداری فعالیت میکنه، نه تنها سگ‌های بدون صاحب جمعیتش کم نشده که زیاد شده. چرا این اتفاق میفته؟ گروه‌های با توله کشی میرن این توله ها رو بعداً معدوم میکنن و پول میگیرن و باز همین توله کشی ادامه داره، که همیشه گزینه برای جمع‌آوری داشته باشه. یه استان دیگه ای 10 تا سگ میگیرن، صبح تو این شهر رسید میشه، 2 ساعت بعد تو شهر بغلیش رسید میشه، 2 ساعت بعد تو شهر بغلیش. اون میبینی یه سری سگ 5 تا شهر مختلف رسید شده، که اون شخص سگ‌ها رو میگیره، تگ‌هاشون رو میکنه و در جاده‌های اطراف ول میکنه. بیاید من به شما نشون میدم سگ‌هایی که جای تگ در گوششونه ولی تگ‌هاشون نیست. و بعدم که دیگه نمیتونم مناظرش برسم سگ کجا رفت، چی شد، چه بلای سرش اومد. حالا به هر دلیلی ممکنه دوباره از اون پشتم رها بشه، دوباره همونا فردا هم همونا رسید بشه. بررسی‌هایی که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات انجام دادن یا مشاهداتی که انجام دادن در واقع حاکی از وجود چنین جریانی هم در بعضی از موارد هستش. میارن قشنگ شبونه سگا رو راحت ول میکنن، تازه میان توی محل. خب معلوم نیست الان اینا کدومش حالی داره کدومش حالی نداره. حتی یه دونه هم بود که مثلا مامورشو فرستاده سگ جمع کنه منطقه سر زیبادخش جاده محمدچند، سیم مفصول انداخته بود گردن سگ. من رفتم شهرداری که دوستای بسیار خوبم اونجاست، رفتم شکایتش کردم، این بابا رو بیرونش کردن پیمانکارا. خیلی ها هستن به عنوان حمایت کننده های احساسی این حیوان دغدغه این موضوع رو دارن، خیلی از مسئولین به این موضوع پرداختن، خیلی بودجه بابت این موضوع قرار داده شده، ارگان های زیادی دخیل شدن، ولی نتیجه گرفته نشده. کنترل جمع
امنیت سگ‌های ولگرد امروزه دیگه برای شهرهای ما یه ضرورت اجتناب ناپذیره. جداسازی محل زندگی سگ‌های پرسه‌زن از مراکز پسماند، متوقف کردن غذارسانی بی‌ضابطه در کنار عقیم سازی و اقدامات مورد نیاز باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیره. یه سوالی که مطرح میشه در مواجهه با سگ‌های ولگرد یا سگ‌های بلا صاحب اینه که کدوم گزینه درستیه. یه عده معتقدن که خب ما یک برنامه بذاریم برای کشتن همه اینها. اگه ما همه اینها رو بکشیم در واقع دیگه این موزل برطرف میشه. اینا رو خب در همه جای دنیا یه زمان تفکر این بود، از ایران هم این تفکر بود که میومدن حالا با سلاح جنگی یا با روش با سم با تفنگای مسموم و اینا این حیوانات رو از بین میبرد. بعدن به این نتیجه رسیدن که معدوم کردن حیوانات راه حل نیست. در هر جامعه، در هر محیط روستایی، در هر محیط شهری یه عده از این سگ‌ها باید باشن. وقتی توی مثلا شهرستانی که در حاشیه کویر بود وقتی سگ‌های ولگرد شهر رو معدوم کردن، شغال و روباه و گرگ تو شهر زیاد شد. دلیلش این هستش که اینها در واقع هر کدوم قلمرو برای خودشون دارن و مانع از ورود حیوانات وحشی به اون منطقه میشن. بنابراین دیدن راهش این نیست، پس باید با روش اصولی و علمی جمعیتشون رو کم کرد. طبق رفرنس‌های موجود جهان که تحقیق شده و ازش استفاده شده و نتیجه گرفته شده جلو رفت. چرا در اروپا ما سگ پرسه‌زن نداریم؟ دلیلش این هست که در اونجا سگا ثبت میشن، اطلاعات سگا وجوده. شما فکر کنید که الان بخواید در مورد سگای بی پناه یا سگای مالکدار یه تصمیمی بگیرید. You can't control something you have no idea or clear picture about. It is very important to have an idea about the volume of the population. Moreover, the registered breeding and dog-tip pedigrees have a significant impact on the matter of dog population management and establishing a more responsible dog ownership culture. The microchip, it's a chip in the neck of the dog, is the almost perfect way to register the dogs. With that, almost everybody can find the concerned dog in the national database. یعنی یک بخش این راهکار که بخش بسیار مهمی هست، شناسایی و پایش تعداد سگ‌های ولگرد در شهرهای مختلف کشور ما، تا ما یه جامعه آماری دقیقی داشته باشیم ببینیم با چه تعداد سگی روبرو هستیم. این یک پروسه طولانی هست که باید در ابعاد وسیعی بهش پرداخت. ما اولین کاری که در بحث سگ‌های بلاصاحب باید انجام بدیم بحث این هستش که شرایط زادآوریشون رو کاهش بدیم. یک قسمتی از این پازل بحث عقیم سازی هست. روش اصولیش اینه که بیان به اصطلاح سگای نر رو بگیرن، عقیم سازی انجام بشه، اینا تیمار میشن، واکسیناسیون حالی در موردشون انجام میشه، واکسنای ضد انگلی در موردشون انجام میشه، به تدریج جمعیت سگا کم خواهد شد. اما هزینه هایی که در شهر دارید بابت عقیم سازی میشه، اولا که درصدشون نسبت به زاد و ولد این حیوان ها بسیار کمه. مثلا میگم در ما 100 تا سگ رو عقیم سازی میکنن، در صورتی که 100 تا سگ در اطراف جاده های اطراف شهر دارن هر کدوم 5 تا 10 تا توله در واقع زایمان میکنن و این علنا هیچ تأثیری نداره. ما اینو برای همه شهرداری هم توضیح دادیم، ولی بحثش اینه که بودجه نداره. خزینه‌اش اگه مثلا الان شما یه سگ میخواید برای عقیم کنی حداقل باید 1 میلیون تومان هست. ولی ما دور برامون کسایی داریم که مثلا میگه آقا شما بیا روزانه من 13 تا سگ میتونم عقیم کنم به هزینه چقدر؟ 250. اگر 5000 تا سگ هم بخواد عقیم سازی بشه میشه 10 میلیارد تومان. بخشش رو حاضریم حامی ها متقبل بشه، حامی های واقعی، و بخشش هم شهرداری. اون هم اگر عقیم سازی درست انجام بگیره، ما فقط میام یک جنس رو عقیم میکنیم، یعنی دستورالعملی میره در سراسر کشور فقط سگای نر رو عقیم میکنه با هزینه کمتر. هر شهری در استانی در بستر مرکزیت خودش میتونه این کار انجام بده و تموم بشه. نکنه رفته بالا. خواهشی که هست اون کسی که صدای ما رو میشنوه، ما رو میبینه تو این تصویر، فقط عقیم‌سازی. عقیم‌سازی بخشی از راهکار جایگزینه، همه راهکار نیست. ما بعد از اینکه سگ رو عقیم کردیم چه باید بکنیم؟ باید یک پروسه‌ای صورت بگیره که قسمتیش عقیم‌سازی هست، قسمتیش اقامت درست سگ‌ها هست تا پایان عمرشون. آیا مراکز نگهداری و نقاهتگاه‌های ما ظرفیت لازم برای نگهداری از تمامی سگ‌های ولگردی که جمع‌آوری می‌شوند رو دارند؟ خیر. راه حلش عقیم‌سازیه، پلاک‌گذاری و رهاسازیه. بیایید تمام کشور با هم جمع بشیم،
این طرحو جلو ببریم، نه که حیونا رو ببریم پشت درهای بسته جایی که هیچ کس نمیتونه بره، بعد اتفاقی یکی یه فیلمی در میاره میبینی نصف سگا توی بیماری پوستی هن، یه تعدادی مردن، کثافت تمام پناهگاه رو گرفته. رفرنسی تو دنیا وجود داره که قسمت آغازینش این هست که ما بیاین تو امان بحث عقیم سازی، بحث انتقال اونها به مناطق مشخص و خاص که باید مناطق طبیعی باشن، بعد اینکه اینا اونجا تو قفس اینا نگهداری نشن، مرز بین محیط زیست و محیط‌های مسکونی جایی رو تعیین بکنن، اقامت‌های موقت باید براشون بذارن، چند روز که غذا بهشون بدن سگا اونجا میمونه، بعد اون اقامت‌های موقت رو برمی‌دارن. Yeah, but in Malaysia we have a lot of animal shelters, so we take these dogs off the street and we do the operations, and those that are healthy and have good temperaments, we try to find them new owners, people who will take them to their house. So we don't put them back on the street. We try to find them an owner so that they live in somebody's house. Yeah, so by when we take these animals from the streets, those that cannot be touched by humans or are very sick, then we have to put them to sleep. But those that are younger, that are healthy, have good temperament, we try to rehome them. So we find sponsors, we find people to come and adopt them, but if in the meantime, they live in the shelter. اینجا سال 83 تأسیس شده اولین مجموعه حمایت از حیوانات ایرانه، 17 ساله داره کار میکنه، از سال 93 هم یه شعبه تو قزوین داریم، جمعاً نزدیک 1800 تا سگ که همشون ابتداً آسیب دیده بودن اومدن اینجا کارهای درمانی روشون انجام شده و سالم سازی شدن، عقیم سازی شدن، ماکروچیپ دارن و الان میبینید که زندگیشون دارن میکنن. خیلی از افراد ما هستن بدون جایی هستش که مطمئن باشن این پول و واریز میکنن در این راه هزینه میشه، حاضرم 100% اطمینان بدم که کمک میکنن، حتی میتونن یه جایی رو یه پناهگاه نقاهتگاه همه برن اونجا کمک کنن. And protecting the human community is also a very serious topic, which is why dogs are put into shelters, not just to give a roof above their heads, but to reduce the problems they might cause within the human environment. دودم یک ماه و نیم دو ماه پیش خیلی اتفاقی که از بچه همسایه‌مون داشتن بیرون نگاه می‌کردن از پشت پنجره، دیدن که قفس سگ به آقای حمله کردن، اتفاقاً آقا هم از همین همسایه‌مون هستن، سریع دوربینش رو برداشت فیلم گرفته، ولی خب آقا کمربندشون رو تونستن در بیان از خودشون دفاع کنن، ولی اگر اتفاق برای خانم بیفته یا برای یه بچه بیفته اصلا نمیتونن از خودشون دفاع کنن. الان فیلمش هم موجود هست. چرخه داشتم میرفتم روی سگه ها بچ از چرخ زمین خوردم بوده دو دنبال هم کرد در اون قدیمی بود، اون وقت چینو زربی زدن در واشه دفتن تو سگه در گرفتن بستا با هم زدن با هم اومدن از بالا پنجره سگه رو دور کرد. نشسته بودیم صحبت میکردیم بازی میکردیم، بعد سه تا سگ دنبالمون کردن، ما تا جایی تونستیم فرار کردیم، ولی خب دختر خالم که یک ذره عقمون سگا یعنی کفش رو گرفتن و کفشش پاره شد، یعنی خورد زمین نزدیک بود سگا بگن شدی داداشش اومد کمکش کرد. درو باز میکنیم متاسفانه چند تا سگ کشته دارن، الان یه جوری شده که الان حداقل دو سال هست که ما هر هفته خبر میشنویم اینه دست یکی گرفتن پای یکی گرفتن. اینجا کلا پر سگه، جان اسپیل توی امامت اصلاح سگ میامد، فقط سگا اینجا جمع کردن، سگا اینجا جمع نکردن کلا. اینجا امیرآباد هست، روستای امیرآباد از توابع قومای شهر بیرجند، هفتم دی ماه 1400 بچه سودودن ساعتای 11 بود، از خونه در اومدن در حد فقط 5 دقیقه جلوی خونه شروع کردن به بازی کردن. بچه من یاسین کوچولو 4.5 ساله آمد اینجا،
اینجا شروع کردن به چاله کندن با پسر عموش ابوالفضل. خیلی طول کشید، 14 روز نمیشد که گفتم بیا که زن بیا که بچه رو یاسین سگ گرفت. 5 تا سگ وحشی حمله کردن و دیگه من اومدم بچه دقیقا اونجا دارم یک دهم 15 متر بچه رو کشیدن بردن. داشتم دیگه افتاده بود سگ و دورش جمع شده بودن 5 6 تا سگ بودن و سرش جمع شده بودن و هر کدوم یه جای بچه رو گرفتن، یکیش گردنش رو گرفت، یکی سرش رو گرفت، یکیش هر کدوم یه جای و بچه من یاسین کوچولو تمام کرد دیگه و به بیمارستان هم نرسید. همین 27 دی ماه 1400 تقریبا چند روز دیگه می‌خواستیم تولد 5 سالگیش رو بگیریم. خب از مسئولین چی می‌خواد؟ که سگا رو جمع کنن. داشت من که دیگه کلی چی شد رفت دیگه برای سر بچه‌های دیگه‌ای که دیگه نیاد. سلام، من جای خونمون سگ می‌خوام برم مدرسه دنبالمون می‌کنه. چجوری دنبالتون میکنه؟ کجا مدرسه‌تونه؟ مدرسه‌مون اونجا نزدیکه. هر وقت میام بیرون میبینم اینجا مثل سگ گوسفند میگوزن. تو تا سگ اینجا زیاد. من با بچه کوچیک بچه مدرسه ای دارم. مجبورم با بچه کوچیک اینو هر روز ببرم بیارم. تو الان خودش تنها میره. تو دیگه اون جوری نمیکنم بفرست. بعد در مدرسه هم صبح که حساب زود که میریم سگا همه دم در خونن. بچه ما از خونه از روزی که اتفاق افتاده از خونه در نمیشه. ما اینا رو دیگه خلاص می کنن زندانی کردن تو خونه. واقعا جای ترس دارم. من خودم پسر بچه‌ای دارم. واقعا جای ترسم. با موتور میبرم اونو میارم. میشه با وحشت وقت میام مدرسه با وحشت میام. بچه‌ها که اصلا نمیتونن از خونه بذارن برن بیرون. خانم‌ها هم که بعد حتما با وسیله باشن با آقا باشن. دم در خونه میشینن. همین هیچ اینا هم جمع نمیکنن. با اینا سازماندهی بشن. کلا یه پناهگاه تو بیرجن هست. اونم پناهگاه مثلا ظرفیتش محدوده تا چقدر میخواد سگ اونجا جمع آوری کنن. در روز بیجن یه وانت واقعا کم پر سگ بود دیگه بقیه نگیرن. یا خونه معلوم پر سگ. متاسفانه جمعشون نمیکنن تا همین اتفاق که بیفته بچه 4 ساله ما توسط 5 تا سگ کشته بشه. سگا جمع آوریش هم ولی کم نشدن. نه اینکه امیرآباد تنها باشه، روستاهای اطراف امیر حاجی آباد چهرکرد تو خود شهر وسط شهر بالای شهر همه جا سگ هست. متاسفانه تعدادی از این همسایه‌ها کس رعایت نمیکنه. مثلا الان زباله‌هاشون میارن اینجا میریزن. ولی سگان که به هوا همون زباله میاد دیگه. تو امیرآباد اینا که حامیان حیوانات هستن میان بهشون قضارسانی میکنن. یا این گروه حمایت از کمپین حیوانات رو انداختن اینا خودشون هم باشن یک ماه اینجا میان زندگی کنن. یا اگر همین اتفاق برای بچه خودشون هم میافتاد اینقدر حمایت میکردن. دو تا ماشین تریلی فقط استخون گاو و شتر آوردن خالی کردن که این سگا تغذیه کنن و هیچ کس هم ندیده اینا رو، هیچ کس هم اینا رو نمیبینه و همین میشه متاسفانه که گروه های غیر مجاز اینجا فعالیت میکنن. ولی خب گروه های مجازی که سنگ ها رو باید جمع آوری کنن و زندگیری کنن هیچ کاری انجام نمیدن. واقعیت اینه که این گلوله برفی مدت هاست به بهمنی بزرگ تبدیل شده، اما معلوم نیست باید چند کودک دیگه توبه سگ های پرسگرد بشن تا ما اقدامی جامع رو کلید بزنیم. شاید نشه برای کنترل سگ‌ها نسخه واحدی برای تمام شهرها پیچید، چرا که همه جا وضعیت یکسان نیست. در برخی شهرها فقط عقیم‌سازی و رهاسازی در طبیعت کافیه و در برخی شهرها نیاز به پناهگاه و یا دیگر اقدامات کنترلیه. اون چی که مهمه اینه که دور یک میز جمع بشیم تا با وجود اختلاف نظرها بتونیم راه حل مطلوبی رو تدوین کنیم. هر چقدر حمایت‌های احساسی که موجب آسیب به همه میشه مذموم و اشتباهه، کمک کردن به سگ ولگرد اگه واقعا ضرورت انسانی داشته باشه و عاقلانه انجام بپذیره میتونه کار خوبی باشه. دیدم که 3 تا سگ افتادن توی این آب. شیلنگ آبو با خودم بردم، فکر می‌کردم مثلا از این کانالای باشه که مثلا آدم میتونه بره ورد. نمی‌دونستم این بارش انقدر بلند میشه. خب برسم یک شاپ برده بود. این شیلنگ رو من حلقه کردم. یه دونه از حیوانا سفید خیلی درشتی بود، باردار بود. خیلی تشنش بود، اومده آب بخوره، حالا میخواد این سوراخ بالا سر رو دیگه از استرس سرعت شدت آب نمیبینه. شلنگ رو حلقه کردم انداختم گردنش 4-5 متر که کشیدنی خودش هم شلنگ رو گرفت، خودش اومد بالا. حالا هی بهش میگم برو، حیوان وایساد و هی من رو نگاه کرد و اشک ریخت. خودم هم بغض کردم، رفتم اون یکی رو در بیام دم اون یکی میگیره شلنگ رو تیکه تیکه کرد. خلاصه چه خودم پریدم تو آب، برو تو آب، پیا بیرون. خلاصه هیچی، یه جایی حتی فرو رفتم تو اون آب، چون اونجا اون آب خیلی آدم زیاد برده خفه کرده و رفته زیر فرز کشته است. آب تا زانوام بود. یه جا رسیدم که اصلا آب اینجام شد.
خدا خیلی ترس، هم استرس آب، هم آب خیلی سرد. تونستیم به هر حال با هزار بدبختی این سگ رو با دربیاریم. بعد یکی از دوستان زحمت کشید بودن فیلم گرفته بودن، تقریبا رسانه ایش بود، رسید دست شهردار فردیسون. این ورم ورد خلاصه تقریبا دو ماه پیش بود رد می شدم، دیدم قشنگ دیوار کشیدن و سوراخ‌ها هم گرفتن که سگ نتونه دقت بده داخلش. هیچ گونه دشمنی بین حامی ها لاخش افراد در شهرداری نیست. از حامی های عزیزم اگر این میبینن ازشون میخوام که فقط یک طرف قضیه رو نگاه نکنن. میدونم به بعضی از افراد اطمینان ندارم، ولی به صورت فقط اینکه اون سگ رو دوست دارن، اون حیوان رو دوست دارن نگاه نکنن. همه جوره قضیه رو، همیشه نه در مورد سگ، در مورد حیوان هم در همه زوایا نگاه کنن. واقعیت اینه که ما حامی ها، حامی های واقعی، آمادگی این رو داریم که تشکلی تشکیل بدیم، حال به عنوان در هر شهری به عنوان نفچندی نماینده با شهرداری ها تعامل بکنن. یعنی ما بایستی به صورت یک پارچه از تخصص های مختلف رفتارشناس حیوان، دامپزشک، متخصص امور این کار بیایم به صورت یک کارگروه عملیاتی استفاده کنیم، حتی متخصصین غیر ایرانی بیان و توضیح بدن در کشورشون چه کار کردن. اگر اشتباهاتی ما در شروع داشتن، اون اشتباهات رو ما تکرار نکنیم. میتونن، من میدونم شهرداری ها میتونن از افراد کمک بگیرن که این واقعا جمع میشه و مطمئن باشید تا مثلا 4-5 سال جمعیت سگا بسیار میاد پایین. فقط باید بخوام بگیرم.